هر آنچه در مورد فرشته عالمی نمیدانستیم. ازدواج در سن 10 سالگی با یک مرد کلان سال. فرشته عالمی، هنرپیشه سینمای افغانستان، میگوید چندین دفعه هست که از طرف افراد ناشناس تهدید به مرگ میشوم. چرا حکومت برای امنیت جان سینماگران هیچ کاری نمی کند؟ در این 4-5 سالی که در عرصه سینما کار کردم، سراسر چالش و مشکل بوده است. در ابتدای کار حتی فامیلم با ویژه پدرم همراه من مشکل داشت. مرا به دلیل اینکه در یک خانواده پشتون تولد شدم و همه خانواده ها و اقارب ما در قریه ها زندگی میکنن، مشکل بود که در سینما کار کنم. با پدرم بارها و بارها گفتم که با من اجازه بده در سینما کار کنم و هیچگاه اعتمادت را نمیشکنم. در نهایت پدرم راضی شد و مرا اجازه داد. زمانی که آمدم به گونه رسمی کار در سینما را شروع کنم، جامعه و مردم عام مرا بسیار آزار می دادن. از 5 سال بدین سو همیشه از طرف عده ناشناس تهدید به مرگ می شوم. تلفن های ناشناس و نامه های تهدید آمیز دریافت می کنم. من واقعا از آینده خود در افغانستان می ترسم و یکی از آرزوهایم این است که به کشور ترکیه سفر کنم و در سینمای ترکیه نقش آفرینی کنم. فرشته عالمی از رنج‌ها و دردهایی که در این راه کشیده می‌گوید. فرشته عالمی زیبا، مهربان و خوشکلام است. او با بازیگری در پرده سینمای افغانستان چهره‌ای متفاوت و تازه‌ای را در عرصه سینما ساخته است. فرشته عالمی، بانوی مستعد و متفاوت، در سال 1376 در ولایت بلخ به دنیا آمده است. مکتب را در مزار شریف تمام کرده و فعلا رشته طب را در یکی از دانشگاه‌های خصوصی فرا می‌گیرد. در جامعه‌ای که همه خود را گم کردند، او در جستجوی تعارض هنرش در سینماست. 8 خواهر و 1 برادر دارد و با پدر و مادرش زندگی می‌کند. مدت 5 سال می‌شود که در عرصه سینما کار می‌کند. فرشته می‌گوید قبل از اینکه وارد سینما شوم، با خود فکر کردم باید یک انسان متفاوت باشم و با انسان‌های دیگر فرق داشته باشم. حداقل فردی باشم که صدای خود را به خاطر زنانی که در برابرشان خشونت می‌شوم بلند کنم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که اگر نمیتوانم به همچون خانم ها کمک مالی کنم، از طریق سینما میتوانم صدای خاموششان را بلند کنم. همیشه هم بیشتر در نقش های کار کردم که در دفاع از حقوق زنان، مبارزه علیه فساد و خشونت در برابر زنان بوده است. فرشته میگوید تا فعلا در 3 سریال به نام های زمانه، مرسل و تلالای که از طریق تلویزیون ملی نشر می شد و سریال دیگر به نام سولا و سیال که در تلویزیون شمشاد نشر می شد کار کردم. در ضمن 2 فیلم دیگر هم به نام های آواز نفسگیر که توسط دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای پوهنتون کابل ساخته شد و چندین جایزه گرفت و فیلم چانس که در این اواخر به نمایش گذاشته شد با استقبال گرم مردم هم روبرو شد، نقش مرکزی رو بازی کردم. فیلم چانس هم فیلم نسبتاً کمدی است که وضعیت کنونی سینمای افغانستان را در قالب طنز آورده است. این فیلم برای افراد تازه کار هست که تجربه بگیرند و بعد همانند فیلم چانس کارهای خوب برای سینمای افغانستان انجام دهند. فرشته میگوید از نظر من ترکیه فرهنگ متفاوت دارد. هند و سایر کشورهای دیگر هم فرهنگ متفاوت دارند که سازگار با فرهنگ افغانستانی نیست. افغانستان چون یک کشور اسلامی است و فرهنگ متفاوت دارد و ما نیز در سریال های خود نظر به معیار اسلامی و فرهنگی خود باید کار کنیم. افغانستان از لحاظ کیفیت میتونه همانند ترکیه و هند سریال بسازه، اما از لحاظ نقش آفرینی نمیتوانیم همانند هنرپیشه های خارجی در صحنه ظاهر شویم. به گونه مثال در کشورهای دیگر زمانی که یک هنرپیشه در نقش دختر و پدر نقش بازی میکنه، اون هم به خاطر به نمایش گذاشتن مهر پدری و دختری همدیگر را در آغوش میگیرن، اما این نقش آفرینی در افغانستان یک عیب کلان به حساب میآید. اما چرا فیلم های افغانستانی زیاد بیننده ندارند؟ فرشته عالمی در پاسخ به این سوال میگوید چون هنرپیشه‌ها در نقش های درست انتخاب نمیشوند. فیلم ها داستان های خوب ندارند و موقعیت ها درست انتخاب نمیشوند. زمانی که بیننده در اولین نگاه ببیند دختر فیلم جوان و مقبول اما بچه فیلم سن بالا داره و چهره مناسب نداره، اصلا بیننده مشتاق به دیدن نمیشود. اما در چند سال اخیر چهره های خوب در سینما آمدند و در حال حاضر مردم آهسته آهسته با فیلم های افغانستانی علاقه‌مندی پیدا کردند. فرشته عالمی میگوید یکی از خواسته های بزرگ من در زندگی خدمت به مردم هست.
در بخش طبابت میخواهم با مردم خدمت کنم، چون از طریق سینما نمیتوانم شکم یتیم را سیر کنم و یا کمک های مالی به زنان بی‌بضاعت داشته باشم. فرشته عالمی در ادامه میگوید در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ به دنیا آمده است. خانواده‌اش از ترس تهدیدها مجبور شدند این ولسوالی را ترک کنند و به کابل یعنی پایتخت کشور بروند. فرشته میگوید مشکل اقتصادی یعنی کمبود دستمزد ماهانه روحیم را همیشه تضعیف میکرد. من با حقوق ماهانه کم خود میخواهم نیازهای پدر و مادر مریضم را تامین کنم. با علت ازدواج اجباری در سن 10 سالگی با یک مرد کلانسن مکتب را ترک کرد. زندگی زناشویی فرشته به دلیل افزایش خشونت صرفاً 6 ماه طول کشید. سپس با پناهگاه زنان رفت و مدتی بعد از زندگی در آنجا تصمیم گرفت هنرپیشه شود. به همین دلیل جهت آموختن این حرفه به کابل برگشت.